آقای سعدلندی سلام عرض. سلام آقای دکتر. سلام علیکم خدمت همه عزیزان. خواهی میکنم برنامه تلویزیونی داشتم و این شد که شرمنده شما شدم. خواهش بعد خدمت همه دوستانی هم که به این لایف پیوستن سلام عرض میکنم. افتخار بنده است که در خدمت شما عزیزان هستم. خواهش میکنم. آقای مهندس شاهروخی، آقای مهندس امین داور، عذر میخوام من اگر صحبت شما قطع شد، اگه صحبت تکمیلی رو میخوای تکمیل کنید تا ما به سر سلام، من این کامل میکنم امسال شرکت بزرگ ما خیلی توقع تقسیم سود نباید داشته باشه و لذا اون که میگه شما پیوری بیفته های شارخ شاید به خاطر همین نیفته است. شاید بیفته به خاطر میخونه بدبینی، یعنی شاید بیفته به خاطر بدبینی، یعنی بازار پیوری رو بالا ببره قبل از مجمع مثل هر سالش، بعد داره مجمع خبری نیست، با اینکه سود تقسیم نشده بازن یه جدایی لش کنه، اذیت کنه، ناراحت بشه، مثلا پیبری بیاره پایین. اینم داخل پرانتز ممکنه اینم که انتظارات تورمی باعث بشه پیبری بالاتری به بازار بدن. ببین حالا بحث جدی امشب اونه دیگه، یعنی ما انتظارات تورمی تازه بیاد خودش نشون میده توی بازارهای مختلف و من فکر میکنم بازار سهام واقعا جامونده ترین بازاره. یعنی من هرچی میشنم فکر میکنم، حالا بازم آقای دکتر سعدمندی بهتر از ما میتونن بگم، چون رو بازاری دیگه هم بدون اشراف دارن، به هر حال تو بازاری دیگه به این شکل ما جاموندگی دیده نمیشه. فقط ما یه سری ریسک های تو بازارمون داریم که من خود نگران میکنه، از جمله ریسک بازارهای جهانی که من کلا بعضی افکار تخشان میگم تو خیلی بدبین میشی، نمیخوام بگم بازار جهانی من بدبینم، ولی آلارم هایی دارن میبینم که باید خود دوستان چی میگن احتیاط کنند. یعنی تو جهان همین آلارما، خود کانال دکتر سروندی هم گذاشتن یه پیش بینی هست آینده رشد اقتصادی در یک سال آینده نزولیه. البته یه سری دوستان به رکود تورمی اعتقاد دارن، ولی خب به هر حال حداقلش این که اون پیش بینی های سابقه که ما خیلی هم چین گفتیم که بس خوبه و مصرف مس مخصوصا خودم و مس خیلی مثبت بودم، مثلا مس داره میره بالا و اینا که نفهم ببینید وقتی که درآمدهای مردم کم بشه از تو جهان دارن میده، ما که تو ایران اینو قبلا سابقش داشتیم، مردم شروع میکنن اول از چیزاشون زدن چی میگن هزینه‌های لاکچریشون زدن و چه چیزی لاکچری تر از خودروی برقی؟ قطعاً تقاضا واسه خودروی برقی تو دنیا میاد پایین. اصلا این بحث برقی سازی که تو دنیا خیلی مطرح شده بود، خودرو رو برقی کنیم، برقی سازی کنیم، به همه جا زغال سنگ مصرف نکنیم، اینا اصلا همین قضیه جنگ روسیه و اوکراین کلا رفته تو حاشیه. این کسی که اصلا به فکر این که ما سرمایه‌گذاری کنیم که میگه سوخت فسیلی و اینها دیگه همه بحث داکتری شده، من همه دنبال اینه که ما چجوری روسیه رو مهار کنیم. لذا من فکر میکنم که اون مصرف مزی که ما پیش بینی کردیم، مصرف روی و سنگ آهن و فولاد و اینا، باید یک بار دیگه بریم محاسبات ما رو بازبینی کنیم. چینی ها این کار شروع کردن، یعنی چینی ها فکر میکنن اهداف توسعهشون رو بازبینی کردن. یه خبری هم اومد که من بیشتر نگران شدم، یه فشارهایی رو شروع کردن به شرکت های ساختمانیشون هم آوردن. همه اینا با هم من میگی که اگرم نمیگی دنیا دچار یه رکودی میشه خیلی مواظب باش، اگه خودمون خوشبینی سابقتو بذار کنار. من مقدمه رو گفتم دکتر، شما دیگه شروع کنید تورم جهانی و اینا رو. خواهش میکنم، خودی خوبی هستیم. من منتظر هستم هم شما خیلی مطالب خیلی مفیدی رو فرمودید، هم جناب شاهروخی اگر که نکات در این زمینه دارن میشنویم و بعد من دفعه نه خواهش میکنم، من بیشتر دارم وقتم در اختیار شما دارم. فقط خواهش میکنم صدا نمیتیشه، صدای یکی از عزیزان صداشون نویز داره، یک نفر. من فکر میکنم اگر خب اجازه بدید من استفاده بشه. یه لحظه کامنت ها رو باز کنیم ببینیم دوستان چی میگن. سر به نظر من نویز، امین داور فکر میکنم، آقای امین داور. خب تا اصلا بررسی میکنید، من آقای دوستان اگر موافق باشید. آره الان بهتر شد. خب ببینید، ما
یک لایو داشتیم در رابطه با تورم، یه سری نکات کلیدی در این لایو گفته شد. آقای دکتر سعدوندی به درستی اشاره کردن که بحث تورمی که ما امروز داریم به عنوان یک پدیده پولی در جهان، یک پدیده‌ای که در دنیای مدرن به وجود اومد. بعد از بحث حالا شکلگیری پول، ما تورم رو هم حتی مثال‌هایی رو زدن آقای دکتر که ما تورم کالایی رو هم داشتیم ولی نه به این شکل، شکل متفاوت بود. به این موضوع اشاره کردیم که تورم از لازمه های اقتصادی در سطح معقولش که آقای دکتر اشاره کردن، گفتن که این درصد معتدل تورم بین 2 الی 5 درصد. و حالا یه صحبت های دیگه اشاره شد که دوستان میتونن برن لایو رو ببینن. ولی اون چیزی که باعث شد که ما لایو رو قسمت دوم رو بذاریم، واقعیتش اینه که حالا آقای دکتر، این نگرانی خود من هست، یعنی خود شخص من، وقتی که میبینم در زمانی که درآمدهای دولتی مثل ایران که دولت خام فروشی هست، به صورت غیر منتظر افزایش پیدا میکنه. الان ما قیمت نفت رو داریم بالای 100 دلار درآمد داریم روی هر بشکه، درآمدی که بعد از تکس و حالا این اتفاقات به حدود 95 الی 100 دلار میرسه و این میتونست حوالی 30 دلار باشه. در این شرایط که دولت داره کسری بودجه ای رو تجربه میکنه که رسما به تایید مجلس رسیده، استقراض از بانک مرکزی بر اساس اون لایحه‌ای که داده شد، و طبق گزارش هایی که داریم بیدیم در حال حاضر، من عددها رو نوشتم، دولت حدود 300 همت به بانک مرکزی بدهکار هست در قالب حالا اوراق استقراض، که اینها میتونه پایی پولی، ضریب فزاینده پول اینها رو داشته باشه. اون چیزی که در حال حاضر باعث نگرانی من شده اینه که چرا ما تورم رو در چون این بسیار میتونه خطرناک باشه، تورم در زمانی که درآمد دولت افزایش پیدا میکنه به مراتب میتونه خطرناکتر از تورمی باشه که در رکود اتفاق میفته. چرا؟ به خاطر اینکه این پول هدایت به معنای این هست که این پول هدایت نشده به بخشای مولد اقتصادی، صرف زیرساخت‌ها نمیشه، درون کشور به عنوان پول داغ سرگردان میشه و نمیتونه باعث بهبود شرایط بشه. به همین دلیل هستای دکتر، اگر اشتباه میکنم شما صحیح تصحیح بفرمایید، که ما به صورت خیلی هدفمند این روزها اسم تورم رو نمیشنویم، اسم افزایش قیمت ها رو میبینیم. یه روز به اسم حذف ارز 4200 باعث افزایش قیمت در این بخش شد، یک روز به خاطر افزایش تعرفه ها ما شاهد افزایش این گرانی ها، این افزایش قیمت ها به نظر من دیگه افزایش قیمت و گرانی نیست، اینها تورمیه که زائیده کاهش قدرت پول ملی و کاهش قدرت خرید مردمه. به همین دلیل من کمی نگران هستم، اگر شما توضیحات تکمیلی رو بفرمایید من ممنون میشم. بله، بسیار استفاده کردم. این سوال طولانی که شما فرمودید کاملا کار من راحت کردید. چند نمونه رو، چند مورد رو باید در مورد سوالی که مطرح فرمودید خدمتون عرض کنم. ببینید، یکی این هست که در مورد اینکه تأثیر تورم بر متغیرهای مختلف اقتصادی چگونه هست، نظریات متفاوتی وجود داره. اقتصاددانهایی که رشتهشون این هست، من ببخشید این رو عرض میکنم چون خیلی از اقتصاددانها اصلا تخصصی ندارن، مثلا مثل این مونه که مثلا ما در مورد بیماری مغز داریم صحبت میکنیم، بعد مثلا یک فردی که تخصص داره منتها تخصصش مثلا جراحی قلبه، ایشون نمیتونه در مورد مثلا بیماری مغز صحبت کنه. اون کسی که تخصصش در زمینه جراحی مغز هست باید مثلا اظهار نظر کنه. الان بعضیا سوال میکنن میگن چطور اقتصاددونا اینقدر اختلاف نظر دارند؟ خب به خاطر اینکه بسیاری از افراد در حیطه تخصص خودشون متأسفانه صحبت نمی‌کنن، در همون حیطه که صحبت می‌کنن اتفاقا نظراتشون حائز اهمیت، اتفاقا نظرات بسیار معتبری رو مطرح می‌فرمایند. اما الان من در مورد اقتصاد، در مورد در واقع تأثیر تورم بر اقتصاد، این رو خدمتتون عرض کنم که اقتصاددانای مختلف نظرات متفاوتی دارن. این که شما فرمودید 2 تا 5 درصد، این رو بسیاری از اقتصاددانان بهش معتقدند که ما میتونیم یک هدف گذاری تورمی 2 درصدی داشته باشیم و ترید آفی که
منظور این ترید آف یک لغت انگلیسی که در فارسی معادل خوبی واسش نداریم، لغت بسیار مهمی در علم اقتصاد، تحت عنوان تبادل در نظر گرفته میشه، تحت عنوان بدبستان. بدبستان به نظر من بهترین ترجمه هست برای این قضیه. دقت میفرمایید، مثلا اینجاست که بین تورم، در تورم زیر 5% شما یک بدبستان بین نرخ بیکاری و تورم پیدا میکنید. دقیقاً فرض کنید هرچی نرخ بیکاری از 5% کمتر میشه، یا تورم مثلا از 2% مثلا برسه به 3%، شما میبینید نرخ بیکاری کاهش پیدا میکنه. یا وقتی نرخ بیکاری از نرخ طبیعی بیکاری کمتر میشه، مثلا اگر نرخ طبیعی بیکاری رو در امریکا در شرایط فعلی در گذشته 5.5%، 5% در نظر میگرفتن، الان برخی از افراد 4%، برخی از افراد 3.5% در نظر میگیرن. و این نشونه اینه که کارهای زیرساختی در اقتصاد امریکا انجام شده که نرخ بیکاری طبیعی انقدر کاهش پیدا کرده. علی حال صحبت این است که اگر نرخ بیکاری از نرخ طبیعی بیکاری کمتر شد، چون دستمزد افزایش پیدا میکنه، یک موج تورمی به یک دلایل دیگری آغاز خواهد شد که این رو در اقتصاد، در اقتصاد کلان مسئله خیلی مهمه. در حدی که من همین هفته پیش فکر کنم بسیاری از افرادی که الان در لایو هم حضور دارن در کلاس اقتصاد کلان ما، اقتصاد خرد ما که اخیراً شروع کردیم، احتمالاً حضور داشتن و تشکر میکنم، خیلی هم استقبال شد. خب این اومده بود 10 تا اصل رو آقای منکیو و 11 تا اصل آقای کروگمن به عنوان اصول اساسی علم اقتصاد، مثلا یک فصل رو شما بخونید یک مطالب خیلی مهمی رو در علم اقتصاد متوجه بشید. هر دو بزرگوار که از اساتید اول اقتصاد دنیا هستند، روی منحنی فیلیپس یا همین مسئله بدبستانی که من خدمت شما عرض کردم بین تورم و بیکاری تاکید داشتند. اتفاقا جالبه که ما در کشور خودمونم منحنی فیلیپس داریم. بله. منتها اشکالش اینجاست که انقدر نرخ طبیعی بیکاری ما بالاست که من برداشتم این نرخ طبیعی بیکاری در ایران یه چیزی حدود 14%، 13%، در همین حدوده. بنابراین شما می‌بینید وقتی تورم خیلی بالا میره، البته رابطه بیکاری و تورم از یه جایی به بعد قطع میشه، ولی خب شما می‌بینید که اگر مثلا نرخ بیکاری ما اومده مثلا 12%، 10%، 9%، این یعنی به شدت پایین‌تر از نرخ طبیعی بیکاری اومده و باید سیاست‌هایی رو ما در پیش بگیریم که نرخ طبیعی بیکاری رو کاهش بده. این نکته اولی که من خدمت شما می‌خواستم عرض کنم که از نظر خود بنده تورم واقعاً خباثته، تورم دزدیه. دقت می‌فرمایید و من حتی به تورم 2% هم اعتقاد ندارم. یعنی برخی از اقتصاددانان هستند به جای اینفلیشن تارگتینگ یا هدف گذاری تورمی اعتقاد دارند به پرایس لول تارگتینگ. پرایس لول تارگتینگ یعنی اینکه ما اصلا کلا تورم رو صفر در نظر بگیریم و من اعتقاد دارم میشه که اقتصادی رو به وجود آورد که تورم صفر باشه و حتی نرخ بهره پایه بتونه حتی از یک مقدار منفی اندک تا یک مقدار مثبت اندک تغییر بکنه، منهای 0.5% تا مثبت 0.5%. و این آرزوی بنده است که یک زمانی شاید ما تونستیم در این کشورمونم که فعلا که حرفای ما شنیده نمیشه که توسط مسئولین، کاملا برعکس مسیر بزرگراه رو داریم کاملا معکوس میریم فعلا، ولی ممکنه یک روزی اتفاق بیفته. همین اتفاقات در کشورهایی که تورم بالا داشتن افتاد. ببینید یک روزی انسان باید شخصی هم میگن آقا توبه کن، یه روزی تمومش کن، یه روزی برو یک مسیر دیگر رو برو. دقیقا میفهمم این کشورم باید یه روزی توبه کنه، از مسائل متعدد توبه کنه. یکیش این تورمه. تورم به دلیل اصلیشو من میخوام خدمت شما عرض کنم، تورم به دلیل اختلاسه، تموم شد. تورم به خاطر بخور بخوره. دقیق میفرمایید بخور بخور نباشه تورم هم نیست. اگر ما الان تورممون از لول، از کوریدور 40 سال خودش خارج شده، چون وضعیت فساد در کشور بدتر شده متاسفانه، چون افرادی که فساد میکنن مجازات نمیشن. اینها واقعیت هاست که داره اتفاق میفته. من تو یک مسئله رو باید من عذر میخوام. پس این نگرانی من بیهوده نیست که اشاره کردم بهش، که هر زمانی که اگر زمانی که درآمدهای دولت به واسطه فروش بیشتر نفت افزایش پیدا میکنه، ما این تورم رو بیشتر میبینیم و پس این نگرانی بیهوده نیست. نه خیر، این کاملا درسته. حالا من خدمتتون عرض میکنم. ببینید یک مسئله رو من در حمایت از دولت باید خدمت شما عرض کنم. ببینید ما مرتب میگیم که دولت باید کوچک باشه. من هم معتقدم قطعا دولت باید کوچک باشه. دقت میفرمایید، من اگر در یک کشور اروپایی زندگی میکردم، الان بر علیه سیاست‌های اقتصادی دولت‌های اروپایی می‌رفتم تظاهرات می‌کردم.
دقیق میفرمایید، یعنی کشوری مثل مثلا فرانسه که نصف درآمد تولید ناخالص ملی رو دریافت میکنه از مردم، مالیات میگیره و باز توزیع میکنه، این واقعا انگیزه رو در این کشور میکشه. شما این که میبینید مثلا انقلاب جلیق زردها یا شورش جلیق زردها، این یک ریشه خیلی عمیق سیاست گذاری اقتصادی داره، سیاست گذاری نادرست اقتصادی. یا من خاطرم هست که مثلا در دبی بودم، دیدم تعداد زیادی از افراد از سوئد و از نروژ مثلا میان دبی کارو کنن. چرا؟ برای اینکه اونجا اقتصاد رفاه بوده، یعنی اینا راضی نیستن در اقتصاد رفاه زندگی کنن. اینا تخیلات ماست که فکر میکنیم که اونجا مثلا همه چی فراهمه. اصلا عرض شد یک بار در لایو گذشته فکر میکنم اینجا اشاره کردم که مثلا افراد دلشون میخواد حتی برن خانه سالمندان، انقدر امکانات فراهمه، ولی اون مقداری که مالیات دریافت میکنن انگیزه ها رو میکشن. به عنوان مثال کشور نفت خیز نروژ بعد از آیسلند یا بعد از ایسلند بالاترین قیمت بنزین در دنیا رو داره. حتی نسبت به درآمد هم شما بسنجید، قیمت بنزین در این کشور بسیار بالاست، با توجه به اینکه کشور سردسیری هم هست. دقیق میفرمایید. پس بنابراین ما باید خیلی مراقب باشیم. حالا برعکس این رو در ایران میبینیم. اندازه دولت در ایران بسیار کوچک است. خانم دکتر محبی دقیق بفرمایید. اندازه دولت در ایران بسیار کوچکه نسبت به تولید ناخالص ملی. مقدار مالیاتی که دولت دریافت میکنه بسیار بسیار پایینه. دلست. اصلا بابتر باور نکردنی پایینه. یعنی اصلا فقط من فکر میکنم در بعضی از کشورهای افریقایی یا مثلا در افغانستان، در کشوری که دولت نداره، یعنی دولت مرکزی اصلا وجود نداره، ما یک نسبت‌های مالیاتی اینچنینی میبینیم. ما در برخی از زمین‌ها از نظر توسعه خیلی وضعیت خوبی داریم، در برخی از زمین‌ها فاجعه باره. یکیش درآمدهای دولته، درآمدهای مالیاتی خیلی پایینه. حالا میرسیم به نکته شما. درآمد مالیاتی پایینه، دولت چیکار کرده؟ دولت نیومده خودشو درگیر کنه که درآمد مالیاتی مخصوصا از اقشار مرفع جامعه دریافت کنه. چرا؟ من برداشتم اینه که چون اقشار مرفع جامعه صاحب نفوذ هستن، چون اقشار مرفع جامعه الان خودی هستن. دقیق میفرمایید. دولت چرا خودشو اذیت کنه با این افراد در بیفته؟ و ما متاسفانه یک فرهنگی در کشورمون داریم، فرهنگ توصیه، فرهنگ رابطه. ما رابطه رو مذموم نمیدونیم و این خیلی غلطه، برای ما عادی شده. دقیق میفرمایید. شما وقتی از بیرون به کشور نگاه میکنن واقعا تعجب میکنن که چطور کشور داره اینطور اداره میشه، ولی در داخل کشور پذیرفته شده است. این نوع فسادها که بعضی وقتا پذیرفته شده است، به جز ایران من در یک کشور دیگه دیدم، کشور امریکا. در کشور امریکا لابی پذیرفته شده است، یعنی قانونیه، افراد میتونن بیان اعمال نفوذ بکنن در جهت فساد. دقیق میفرمایید. این دیگه نوبرشه، یعنی واقعا یک کشوریه که حالا خیلی نکات مثبت داره، ولی این نکات هم اگه شما اونجا زندگی بکنید اون وقت متوجه میشید که چگونه مثلا شاید بگم خدمت شما عرض کنم که 70% مردم استعمار میشن داخل کشور توسط سیستمی که اصلا قابلیت اصلاح هم از این نظر نداره. یعنی افرادی که صاحب قدرت هستن خیلی اعمال نفوذ بالایی دارن در ایجاد قوانین، در تصویب قوانین، در اجرای قوانین. دقیق میفرمایید. پس من چرام چه خدمت شما عرض میکنم، در کشور ما متاسفانه اندازه دولت خیلی کوچکه. یعنی من نمیتونم از عقاید ایدئالیستی خودم در زمینه دولت کوچک در کشور خودمون حمایت کنم، اصلا ابراز کنم. دقیق میفرمایید. چرا؟ برای اینکه اون کشوری که در میان کشور صنعتی کوچکترین دولت رو داره که ایالات متحده باشه، 25% حجم جی دی پی اون دولت است. البته بگذاریم که دولت مرکزی ایران بسیار کوچکه، دولت‌های در واقع خاکستری، نهادهای خاکستری بسیار اندازشون بزرگه. دولت مرکزی تضعیف شده، حاکمیت تضعیف شده در ایران، حاکمیت اقتصادی تضعیف شده. خب حالا دولت چیکار میکنه؟ دولت بر اساس دقیقاً همون نکته که شما گفتید. نه بذار نکته‌تون چون بفهم. پس نکته‌تون اجازه بدید تموم بشه چون اینجا در مورد نکته شما تازه رسیدیم. ببینید دولت اعمال قدرت رو چگونه انجام میده؟ دولت از طریق مثلا پلیس قوی نمیتونه اعمال قدرت کنه، از طریق مقررات گذاری نمیتونه اعمال قدرت کنه، از طریق قوه قضاییه قوی نمیتونه اعمال قدرت کنه. چرا؟ برای اینکه از نظر مالی ضعیفه. بعد دولت چیکار میکنه؟ دولت هر وقت درآمد نفت بالا میره میاد در واقع محبت میخره از جامعه. دقیق فرمایید. این درآمدی که مربوط به کل ملته صرف در واقع تحبیب قلوب میشه متاسفانه، و این فاجعه است در کشور ما. پس این که شما دقیقاً به درستی اشاره کردید که وقتی درآمد نفت بالا میره وضعیت کشور بدتر میشه، تورم بیشتر میشه، دقیقاً فرمه نابرابری بیشتر میشه،
فقر احتمالاً، حالا ممکنه فقر غذایی کاهش پیدا کنه چون بخشی از اون درآمد ارزی رو مثلا خرج واردات مثلا برخی از مواد غذایی خاص میکنن، بنابراین فقر غذایی کاهش پیدا میکنه، ولی فقر به صورت عمومی یا ادراک فقر به مراتب افزایش پیدا میکنه و این درآمد ارزی صرف تحبیب قلوب افراد متمکن جامعه میشه و در نهایت این درآمد از کشور خارج میشه. دقیقاً می‌فهمم. من در اون بعد نمیدونم لایو شما ملاحظه فرمودید قبل از اینجا، من در برنامه تلویزیونی بودم اونجا اشاره کردم که چه فاجعه‌ای در کشور ما اتفاق افتاده. در یکی از دولت‌های گذشته که قطعاً شما خاطرتون هست 750 میلیارد دلار ما درآمد ارزی داشتیم، در حالی که ما اگر می‌خواستیم از زیرساخت‌ها به کشورهای اول دنیا برسیم من بعید می‌دونم بالای 500 میلیارد دلار ما احتیاج داشتیم. منظورم از کشورهای اول دنیا حتی ایتالیا نیستا، منظورم آلمانه، منظورم ژاپنه. دقیق می‌فرمایید کشورهای من حتی منظورم از نظر زیرساخت آمریکا هم نیست. یعنی ما میتونستیم کیفیت برتر زیرساخت در دنیا رو داشته باشیم و یک زندگی بسیار شرافتمندانه، یک زندگی داشتیم که فخر فروشی بکنیم به دنیا. در طی دو دولت گذشته، در طی 16 سال گذشته، یک چیز حدود 1300 میلیارد دلار این درآمدهای ارزی متاسفانه صرف تخریب اقتصاد شده و به طور مشخص سیاستی اعمال شده که به افزایش تورم انجام میده. چون من جلسه پیش در مورد این روش در واقع این راه افزایش تورم توضیح داده بودم دیگه، اینجا صحبتامو خاتمه میدم، در خدمت شما هستم. خیلی آقای دکتر، فرمودید در رابطه با دولت مرکزی کوچک و حواشی بزرگش، که من میخوام اینو برای بازم برای اینکه خودم مطمئن بشم، آیا این همون شادو اکونومی و یا اقتصاد در سایه ای هست که به صورت رسمی درآمدهای این بخش جزء جی دی پی های رسمی دولت عنوان نمیشه و به همین دلیل به راحتی از کشور خارج میشه و ما اثر بد ورود پول رو میبینیم، از اون طرف خروج، یعنی نه تنها اون باعث جذب سرمایه نمیشه برای ما، جذب بخش های زیر ساختی نمیشه، باعث بهبود شرایط کشور نمیشه، بلکه یک اثر منفی روی درآمدهای افراد میذاره و بعد این درآمد خارج میشه و مجدد تورمی که به مناسبت خروج این پولی که داغ بوده و درون اقتصاد نتونسته سرد بشه، این هم آرزه دومی هست که نصیب اقتصادمون میشه. این درسته های دکتر؟ بله، فقط اون نامی که شما فرمودید، ببینید این مسئله که من اشاره کردم که حواشی بزرگ دولت، منظورم دقیقا شرکت های دولتی بود. دقیقاً میفرمایید و شرکت های دولتی به طور مشخص. بله. شرکت های دولتی خیلی بزرگن، برعکس دولت که دولت مرکزی که تضعیف شده در طی چند دهه گذشته، شرکت های دولتی خیلی بزرگن. اصلا فعالیت های دولت از دولت مرکزی میره به سمت شرکت های دولتی. چرا؟ چون روی شرکت های دولتی نظارت کافی نیست. مثلا شما قانون بودجه رو که ببینید، شرکت های دولتی چیز مشخصی ارائه نمیدن، تعهد مشخصی به جامعه، به مجلس، به نهاد قانونگذاری ارائه نمیدن. ما این همه داریم رو بودجه بحث میکنیم، در حالی که بودجه فقط بودجه دولت مرکزیه. از اون طرف هم نهادهای خصولتی هم هستند. دقت میفرمایید اون شادو اکونومی که شما میفرمایید، یا اقتصاد در سایه یا اقتصاد خاکستری، اونم بحث خودش رو داره. یعنی یک بخش عمده ای از اقتصاد کشور شما میبینید، حتی اگر شادو اکونومی هم نباشه، یعنی ببینید چه فاجعه ایه کشور ما. ببینید دولت بسیار کوچک که باید تقویت بشه و تقویت نشده، در مقابل شرکت های دولتی بسیار قدرتمند، بسیار بزرگ، اندازه چند برابر دولت ما شرکت دولتی داریم، به اندازه همون شرکت های دولتی احتمالاً شرکت های خصولتی داریم. بعد یک بخش خصوصی نحیفی باقی میمونه که بخش عمده‌ای از این بخش خصوصی هم فعالیت های ضد اقتصادی، فعالیت ضد توسعه‌ای در این صورت میگیره. یعنی مثلا در برخی زمینه های این شرکت های خصوصی در جهت دریافت رانت عمل میکنند. من همین الان چون مثال زدم الان خدمت رو عرض میکنم، ببینید من هیچ اشکالی نمیبینم مردم ما اعتراض کنند، اما اعتراض کاملا در جهت معکوس اگر انجام بشه واقعا دردناکه. من امروز واقعا انقدر ناراحت بودم، یاد اون مسئله آبل کوبی در زمان امیرکبیر افتادم، که در زمان امیرکبیر یک فردی رو آوردن که این بچهش مرده بود به خاطر آبله آبل کوبی نکرده بود، بعد جریمه هم شده بود، بعد جریمه هم پرداخت میکرد، امیر از جیب خودش پرداخت کرد، بعد خیلی گریه کرد، گفت که این واقعا این جهالت به این مردم چه میکنه. ببینید ما یک ارز 4200 داشتیم، فاجعه‌ای که در کشور ما اتفاق افتاده. بله. این اصلا باور نکردنیه، یک مردم اطلاع ندارن چه شده، اینقدر که خورده شده برده شده.
دقیقا فرمان من 4 تا مثال امروز از یک فردی که در کف بازار بود دریافت کردم. یکیش این بود که یک شرکت دارویی 350 میلیون دلار دریافت کرده، 20% اون مواد اولیه دارو رو آورده در داخل مصرف کرده. یعنی چقدر 20%؟ 1/5، یعنی 70 میلیون دلارش به مردم شریف ایران رسیده. بقیهش رو، یعنی 280 میلیون دلار رو سوار کامیون کرده مواد اولیه دارویی که خیلی هم گرونه، با در کامیون هایی که مواد در واقع کشاورزی به طور مشخص خیار صادر کرده به عراق، از اونجا این مواد ارزشمند اولیه دارویی رو که برای کشور انقدر حیاتیه برگردونده اروپا. این وسط چقدر حیف و میل شده که ایشون از این 350 میلیون دلار خان بی صاحب که این کشور 85 میلیونی صاحب این خان بوده، دقیق میفرمایید که ایشون مثلا 50 میلیون دلار گیرش بیاد در نهایت. دقیق میفرمایید. خب ببینید اینا فاجعه است برای کشور. مردم ما به جای اینکه تظاهرات کنن اعتراض کنن که آقا این چه بساطی بوده راه افتاده، این چه بخور و دزدی بوده، برعکس دارن میگن چرا مثلا ارز 4200 حذف شده، از اول تا آخرش فساد بوده. نمونه دیگه مثال زدم، شرکتی که اصلا وجود خارجی نداشته، فقط ثبت شده، اصلا کارخونه ای نبوده، این شرکت آرایشی بهداشتی بوده، مواد اولیه آرایشی بهداشتی وارد میکرده. این اونجا اگر من خدمت شما عرض کردم 80%شو میبردن خارج، اینجا 100%شو میبرده، 100%شو برده، اصلا وجود خارجی، اصلا این فقط مواد رو دریافت کرده بعدم صادر کرده دوباره مجددا و از این منبع ثروت بیکران استفاده کرده. دو تا از شرکت‌های بزرگ جان، حالا یه اونم من بگم، میتونید دقیقاً که دوستانم که کار کرده گفت، ببین گفتش ما هیچ وقت صادرات کرده تو کشور نداشتیم، مثلا ما وارد کننده کرده نیستیم. میگفت زمانی که ارز 4200 بود و کره میدادن حدود 2 سال پیش، گفت به طرز عجیبی ما صادر کننده کره شد. آقایی میرفتن کره از نیوزیلند میآوردن که از چیزای کره بزرگ دنیاست، تو بالکای فکر کنم 25 کیلویی اگه اشتباه نکنه، اینجا خرد میکردن 50 گرمی 100 گرمی دسته‌بندی میکردن به عراق صادر میکردن، اینجا ارز 4200 خریده بودن، اونجا ارز نیمایی میگرفتن، چیز صادر کننده نمونه هم میشدن. یعنی اینا چیزایی که بعد مثلا اینا به مردم میگن، حتی تو حالا اگه چشم من خودم میخوام بحث خودمونی تر کنم، توی لایه‌های خیلی نزدیک خانوادگی ما اعتراض میکنن، من مثلا همسرم میگه تو این حدی که میزنی ببین این کاری که کردن، بعد اون وقت مثلا حجیجم گرون کردن. نه خب باشه، الان این که داره حجیج گرون میشه، حالا یه بخشش ممکنه به خاطر افزایش هزینه کارگر باشه، البته به هر حال اون داشته میگه کارگره با مثلا چه میدونم روغن 4200 زندگی میکرده و هر چیزی، یه بخشم تمام اون افراده. من که نمیگم با یه هست 4200 اصلا اینجا بهشت برین میشه، ولی دو اشتباه بدتر از یه اشتباه. این جمله رو متاسفانه مردم ما نمی‌فهمن. چرا میگم تو دو اشتباه رو ادامه بدی؟ آقا حداقل یه اشتباه هست کنی. مثلا یه اشتباه فقط باشه. بله ببینید، من اتفاقا اون دو تا شرکت که میخواستم بگم همین مسئله بود که شما اشاره کردید در مورد کره، دقت می‌فرمایید، و این موارد متعدده که اتفاق افتاده. خب یعنی ما ببینید، ما مطالبه گری نمی‌کنیم، جای مطالبه گری می‌کنیم که اشتباه می‌کنیم. دقیق می‌فرمایید، مسئله دیگری که قبلا اتفاق افتاده در آبان 98، مردم باید تظاهرات می‌کردن آقا این چه ثروت ملی رو شما دارید هدر میدید، مثلا بنزین 3000 تومان. خب این بنزین رو اگر به قیمت واقعی برسونید، مردم ما خیلی ثروتمندند. ببینید من الان برداشتم اینه که فقط حالا من چند سال پیش این محاسبات رو انجام دادم، اون زمان من می‌دیدم اگر یارانه‌ها آزاد بشه به هر فردی 2 میلیون تومان میرسه، الان من بعید میدونم کمتر از 3 میلیون باشه. خب یه خانوار 4 نفره 3 میلیون تومان، 3 ضرب در 4 12 میلیون تومان اگر به خانوار 4 نفره منتقل بشه، اصلا زندگی کن فیکون میشه. من نمیدونم دوستان عزیز ما نمیرسه به مردم، ما قضیه اون گل برقصش رضا خان به دست یکی میده، نمیشه نشیدین یکی از سربازا میگه پادوش اعتراض میکنه، میگه که خیلی جیره ما کمه، یه وایسین همه پادگان ردیف میکنه، فرمانده میذاره اول، خودمون سبزه میذاره آخر، به فرمانده یه گوله بعضی فتح بزرگ درست کن، درست کن یه دو بره ندی یه دو بره. آقا این تو مثلا چون داره 50 نفر بودن دستشون گرم بوده، آدم بودن دیگه، گوله بعد مثلا از این تو بسکتبال بوده شروع میکنه، از این تو مثلا چه میدونم تنیس میرسه به اون. یه ببین من اولش تو دارم زیاد میدم بودجه رو، دارم میدم، من جیره رو دارم میدم، انقدر اینجا بخور بخوره چیز میشه، اون فساد که بهش شما میگین تمام اینو نابود میکنه. یعنی ببینید جناب امین داور،
یه مسئله دقیق بفرمایید. ببینید دقیقاً به همین دلیله که اینقدر در دنیا روی یو بی آی الان داره تاکید میشه. 100 سال حداقل در دنیا سیاست حمایتی اجرا شده. این سیاست های حمایتی بخش عمدش ضایع شده در همه کشورهای دنیا، مختص ما نیست. دقیق بفرمایید. اصلا ببینید اینها مخصوصا در اقتصاد آمریکا چون روی مسائل کار شده و چون عرض کردم یک اقتصادی است که فساد قانونیه، لابی قانونیه. دقیق بفرمایید. ببینید هر سیاست حمایتی که به وجود آمده در جهت این بوده که یه سری افراد رو میلیاردر کنه. به عنوان مثال کشورهای دیگه، مثلا کشاورزا خیلی در کشورهای دیگه ممکنه که از اقشار ضعیف جامعه باشن. پولدارترین، یکی از پولدارترین اقشار در آمریکا کشاورزان هستن. دقت می‌فرمایید. حالا به این نتیجه رسیدن، همون که شما می‌فرمایید دقیقاً درسته. این که این گلوله برف مرتب آب میشه تا دست به دست بشه، به این نتیجه در نهایت رسیدن که منابع که میخوان تخصیص بدن در یک صندوق واحد این منابع ریخته بشه و به طور مساوی تقسیم بشه با شفافیت بسیار بالا. یعنی اگر شفافیت نباشه باز مشکل تکرار میشه، ولی اگر شفافیت باشه وضعیت خیلی تغییر میکنه. به جز این هم هیچ راه دیگری نداریم. شما دیدید دولت گذشته یک سیاستهای بسیار واقعا شرم‌آوری بود. مثلا سبد کالا، نمیدونم خاطرتون هست یا نه، توی پلاستیک کالا کرده چیز کرده بودن. یا این دولت جدید مثلا میگه آقا بیاید رو وبسایت ثبت نام بکنید، ما برای شما مرغ میفرستیم خونه. بعد کجا؟ فقط تو 2-3 تا شهر اول. چرا تو 2-3 تا شهر اول؟ چرا به بشاگرد نمیدیم؟ شلوغ میشن. بله دقیقاً همینه. یعنی ما داریم رشوه میدیم به مردمی که قدرت دارند میتونن اعتراض کنن. مردمی که در روستای سیستان بلوچستان هست چون نمیتونه اعتراض کنه، ما با اون دیگه کاری نداریم. اولویت. بله. و من انتظار دارم فرهیختگان ما با جامعه در ارتباط باشن و حتی مطالبه گری رو انقدر بالا ببرن که مردم از دولت بخوان که این منابع، این ثروت عظیم چی شده، به کجا داره میره. خدا شاهده من چیزی که میبینم در ایران من دیگه نمی‌فهمم شما. من اینو اولی بار تو میری یاد گرفتم. فردا که دانشجو بودیم سال بود، مثلا 15 20 سال پیش دانشگاه شریف ما درس می‌خوندیم، چون یه کلاسی داشتن بحث دولت اعانه بگیر و اعانه بده رو مطرح کردن. خب بعضی دولت ما خوب اعانه میداد به مردم میدید. پیش میگه تا وقتی دولت ما خوب نفت خوب میفروشه به مردم اعانه میده، خلاصه همه با هم کنار میایم. میدونم که اون داره بیشتر میخوره، اون داره بیشتر میدوزه. اما چه بالاخره سهم من میرسه، به قول یکی از رفقا میگفت این پوله به نخره به ما میرسه. زرنگ باشیم تو فروردین و اردیبهشت میگیریم، تنبت باشیم تو بهمن و اسفند میگیریم، نخره به ما میرسه. همه راضی بودیم. الان دیگه دولته، حالا نفتش بسته شده، تحریم شده، پوله نداره بده. الان مردم شاکی هست. مردم شاکی نیستن بیدن مثلا ما فرض کن چرا داره منابع نابود میشه، بیاد پوله رو بده. ببینید من حالا اینقدر که اقتصادیات گرفتم میگن به دوستانمون میگم بعد فوشم میخوریم، میگن تو لیبرالی فلانی. اما شما اینقدر نگران هزینهاتون نباشید، چون نگران کار باید باشید. یعنی اگر دولت فضایی درست بکنه که در کشور شغل ایجاد بشه، نه فقط خودش بره شغل ایجاد بکنه ها، خودش نه، من کارآفرین بتونم برم بنگاه کوچیک بزنم، آره بنگاه کوچیک بزنم 5 نفر، بنگاه بزرگ بزنم مثلا 100 نفر 200 نفر، حالا بزرگ حد خودم استخدام بکنم، اینجوریه که ما یه دفعه مثلا وضعمون دگرگون میشه. مردم متوجه نیستن، مردم تفکرشون به استاد دانشگاه غیر اقتصادی البته از آشنایی رو بحث میکردم، مثلا قضیه ما شد 2 سال پیش گفت ما کشور ثروتمندی هستیم، باشه دقیقه باز کی گفت ما ثروتمندی، چرا ثروتمندی گفت من تو اعتقاد داشت کشور فقیر هستیم، مثلا اعتقاد شخصی من گفتش که خب این همه نفت داریم، مس داریم، آماره را ماشاءالله داشته بخره اینا، من اصلا بی بی سی نگاه می کنم آماره را عمل حفظ کنم. گفتم که خب اینا بشه در بخور. اگر ما نتوانیم اینها رو فراوری بکنیم، انگار من دارم فرش خونه ها می فروشم میارم تو خونه می خورم. همون بشون از اینها وقتی خوب هم که بتونیم باشون کار کنیم، ما باشون کار نمیتونیم بکنیم. اصلا ما دوست نداریم کار بکنیم. خود شما واسه دانشگاه محترم نشستین، ما ثروتمندی. خب این زمینه که بدیم ما بخوریم دیگه. فکر این نیست بدیم اسمانسی کار کنی، فکر کنی زحمت بکشی، صادرات کنی. و ما جد 300 سال پیش نم آدم اسمی که ایمون فکر مونده 300 سال پیش بود، 400 سال پیش بود. گفت آقا ثروت ملل حلالیست، ثروت ملل چیزه، تولیدشونه، ما تولید نداریم. ما
ما بهترین تولید در کشور آقای دکتر. آقای امین‌داور مشکل همین جاست. وقتی من میگم که درآمدهای دولت افزایش پیدا میکنه، منتها این سرریز درآمد به سمت و سویی که بتونه بخش مولد اقتصادی رو براش یه محرک بشه نخواهیم داشت. به همین دلیل هست که اونجا درآمد پایه یا همون یوبیایی که به درستی اشاره کردید نه تنها افزایش پیدا نمی‌کنه، بلکه میاد همون یوبیایی که باید به صورت یکسان بین افراد جامعه تقسیم بشه میاد به قشر مرفع میرسه و ضریب جینی رو افزایش میده و این باز باعث میشه که هر دو قشر ناراضی باشن. چرا؟ قشر مرفه بدون زحمت به ثروت میرسه، قدر ثروت رو نمیدونه. قشر ضعیف تلاش میکنه تا بتونه زنده بمونه و این هست که باعث میشه که هر دو قشر به هم احساس بد دارن، با هم شرایط بدی دارن و هیچ کدوم هم از شرایطی که دارن منتفع نمیشن دقیقا. و حالا میشه شرایط مثل ایران و من فکر میکنم آقای دکتر اون چیزی که شما به درستی اشاره کردید، اگر ما الان داریم اعتراضاتی رو میبینیم که به اشتباهه، همین اعتراضات اشتباه هم نتیجه اطلاع رسانی افرادی مثل شما هست. میایم صحبت میکنیم میگیم خب وقتی که ارز 4200 در کشور رایج میشه بالاخره منافع این باید به هر ایرانی برسه به صورت مستقیم و وقتی که به جای اینکه این ارز بیاد منافعش بین افراد جامعه تقسیم بشه میاد بین یک نفر یا یک شرکت به یک شرکت اختصاص پیدا میکنه، خب فردی که دانش اقتصادی رو نداره، همه چیز را همگان دانند، خب دلیل نداره که همه افراد جامعه دانش اقتصادی داشته باشن، اون متوجه نمیشه که حذف شدن به نفع اون ابتدا اشتباه، فقط میدونه که ارز 4200 اشتباه بوده. خب ولی بله. به نظر من بفرمایید. بله جناب شاهرخی هم نکتهشون رو بفرمایید. من نکاتی در مورد فرمایشات شما و جناب امین‌داور دارم ولی احساس میکنم الان وقت به درستی تنظیم نشد. خانم محبی هم هنوز تمام نکردم. نه همین میخواستم بگم که بحث ما اینه که ما توزیع ثروت رو به صورت عادلانه نداریم. چرا؟ چون مدیریت نیست و ایران اصل اقتصاد ما فقط همین مدیریته. من در تایید صحبت شما، ببینید شما وقتی سیاست اقتصادیتون سیاست مدرن نباشه، اقتصاد علم اقتصاد سعی میکنه که کارایی رو در اقتصاد افزایش بده، در کل جامعه افزایش بده، یعنی همه بیشتر راضی باشند، رفاه بالاتر باشه. چگونه ممکنه رفاه شما بیاری پایین با یه سری سیاست های غلط؟ مثلا میای روی بنزین سوبسید میدی، این سوبسید بنزین باعث میشه که مثلا شمال شهر تهران خفه بشه، دقیق میفرمایید، یعنی باعث میشه که مثلا ترافیک خیلی، یا مثلا شما میای به شهر تهران سوبسید میدی، مرتب منابع رو داخل شهر تهران میریزی ولی یک کشور 85 میلیون رها میکنی. ببینید ما اصلا هیچ تو استراتژی توسعه در کشور نداریم. ما بجز شمال شهر تهران اصلا شهروندان کشور رو شهروندان درجه دو در نظر میگیریم. دقیق میفرمایید، اینا واقعیت است. من امروز آمار مسکن رو داشتم مرور میکردم برای اینکه فردی با درآمد 20 میلیون بتونه در شمال شهر تهران زندگی بکنه باید بیش از 50% درآمد شو، یعنی بیش از 10 میلیون تومان باید اجاره بده. دقیق میفرمایید درآمد 20 میلیونی در ایران درآمد بالاییه. این نشون میده که چقدر جامعه ما دچار فاصله شده، افراد دچار فاصله شدن، هم اون ثروتمنده داره زیان میبینه، هم اون در واقع افرادی که جاماندگان از توسعه که الان متاسفانه به بالای 90% کل جمعیت کشور رسیدن، اونها هم دارن ضربه میبینن. جناب شاهرخی بفرمایید بعد من خدمتتون بیشتر توضیح خواهم داد. من فکر میکنم اقتصاد ما بدون ترامپ بدون تحریم بالاخره به این نقطه فعلی میرسید، یعنی فقط ترامپ باعث این شد که ما زودتر، شاید باعث بشه این مسئولین ما حماقت‌هایی که در گذشته داشتن رو دیگه ادامه ندن. صحبت شما از سال 84 بود، از همون مجلس هفتم و طرح احمقانه طرح تثبیت قیمت‌ها که به عنوان ایدی در واقع ازش یاد می‌کردم. یعنی من می‌خوام بگم حتی از ما ببینید تمامی موافق هست از 4200 هستیم، ولی من می‌خوام بگم اصلا من اینطور فکر می‌کنم حض ارز 4200 از روی تعقل دولت نبود، از روی اجبار بود. احسنت. یعنی به یه نقطه رسید گفت آقا من دیگه دلاری نمیتونم برم از نیما دلار بخرم 4200 بدم یه عده‌ای بخورن. به اونایی که بخور میکردن میگفتن فعلا سرکیسر شل کنید تا تحریم برداشته بشه دوباره شیر فلک نفت باز بشه ببینیم چیکار باید بکنم. یعنی من میخوام بگم اگر ما
به اجبار دیگه به سمت آزادسازی قیمت ما میریم از روی اجباره دیگه، راهی جز این نداریم و هم خاطر فرش شما میگیریم. یعنی من میگم که آقا این یه پرانتز هم یه اونقدر آزادسازی نداریم آقای شاروخی ندارم فقط یه ارزش قیمت میدونم من نه کلیشو میگم آقا بسپاریم به نظام عرضه و تقاضا هر چی اون تعیین کرد قیمت تمام باشه. ولی آره میدونم میگم اگه اقتصاد آزاد شد پس اون سازمان حمایت از مصرف کنندگان باید حذف بشه. پس اون اونجایی هم که دوباره تو قرار نیست شما کالا رو گرون بکنی و دوره قیمت گذاری دستوری براش بذاری، اون شرکت تولیدی رو بیچاره میکنی. در واقع داری محصولات بهای تمام شدهش میبری بالا، گرون میکنی، بعد میگی تازه بعد بیای به این قیمت بودی من یه قرار هوای بقیه رو من بعد داشته باشم. یعنی ما مردم تاوان تورمی رو میدیم که اصلا درش دخیل نیستی. بگه من کسی بودجه به وجود آوردم، ببین مجلس میاد تایید میکنه بودجه رو، بگه من چی کاره آخه؟ دولت اومد بنزین رو دو برابر کرد، گفت اینو من میریم به 60 میلیون نفر اختصاص میدم، در صورتی که داشت کسر بودجهش رو جبران کرد. دولت اومد از بود حمایت کرد. نه جناب شاهروخی، در مورد افزایش قیمت بنزین نبوده. یعنی دولت، البته واقعیت اینه که مردم مثل اینکه درست متوجه شده بودن، یعنی پشت صحنه گفته بودن چند ماه مثلا یارانه نقدی میدیم بعد حذفش میکنیم، یعنی هدف اون بوده. ولی واقعیتی که اتفاق افتاد و در اون ماهای اول تمام درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین از 1500 تومان به 3 تومان یا مثلا قیمت چیزی که به 1500 تومان رسید، تمام این در واقع بین مردم تخصیص پیدا کرده بود، بین مردم تقسیم شده بود. دقیق میفرمایید میگن بالاخره ای به 200 که ببین چقدر متناقض حرف میزنن. ابتدا میگن یارانه نقدی، بعد میگن کالابک. حالا چقدر فساد تو خود کالابک به وجود میارن برای خودش. بله من تایید کنم صحبت شما رو. ببینید آخه بابا ما یک بار تجربه موفق داشتیم در این زمینه. یعنی هر سیاست درستی هم اگر قرار باشه اجرا بشه در عمل به فاجعه کشیده میشه. ما یک بار انجام دادیم این قضیه رو، متوجه شدیم که آقا شما اگر یکسان بین همه مردم توضیح نکنی به اعتراض گسترده منجر میشه. الان اومدیم به 3 دهک گفتیم 400 هزار تومان میدیم، به بقیه دهک‌ها گفتیم 300 هزار تومان میدیم. این نشون میده اون افرادی که این سیاست ها رو میچینن هر رو از بر تشخیص نمیدن. ببینید فردی که ممکنه مثلا فردی در سیستان و بلوچستان جز دهک یکم درآمدی باشه، فردی در تهران مثلا بشه دهک پنجم درآمدی، ولی فقر غذاییش از اونه که در سیستان و بلوچستان بیشتر باشه. دقت میفرمایید؟ حالا میای به اون 400 هزار تومان میدی، به این 300 هزار تومان میدی. این نشون میده چقدر درک این افرادی که تصمیم میگیرن از اقتصاد چقدر پایینه. خب این تبعیضی که ایجاد شد من برداشتم اینه. ببینید یه سیاست که میتونست موفق باشه فقط با دو تا تبعیض. من نمیدونم کی بوده اینو رفته تو جلسه مطرح کرده، انقدر شجاع باشه بیاد که آقا من گفتم دیگه. فقط با دو تا حماقتی که ما این وسط کردیم، یکی بین 400 تومان و 300 تومان اومدیم فاصله انداختیم، پس حداقل 3 دهک درآمدی رو ما ناراضی کردیم. یعنی دهک چهارم، پنجم، ششم حداقل اینا همشون ناراضی خواهند بود، میگن چرا به ما 400 هزار تومان نمیرسه. بعدم میگن 10% رو حذف کردیم. من مطمئن نیستم حتی 10% باشه، چون از هر کس میپرسم میگم ما یارانه دریافت نکردیم. بعد یه سری از افراد مثلا امروز برای کسی به من تماس گرفته میگه که مثلا یکی از کارمندان شرکت بوده، تنخواه شرکت به حساب بانکیش منتقل شده بوده، بعد این تنخواه بالا بوده، حالا خب این از یارانه حذف شده، بعد این واقعا محتاج یارانه است. دقیقاً می‌فرمایید. خب ما ببینید ما اصلا تدبیر نداریم، ما نه امید داریم نه تدبیر داریم. تدبیر و امیدم که تموم شد دولت قبل. دقیق میفرمایید. آقا این تدبیر، آخه ما قبلا اینو اجرا کردیم در زمان دولت آقای احمدی نژاد، در اجرا که مشکل نداشت، در اجرا که خیلی موفق بود. که واقعیت این بود که همون افرادی که شما اشاره کردید تثبیت قیمت انجام دادن، همون افراد رفتن جلوی طرح فاز دوم هدفمندی یارانه هم گرفتن. ولی خب ببینید با این تجربه گذشته ای که داشتیم الان شما ببینید چه وضعی در کشور هست، کاملا داره. بعد شما به درستی، من فقط خواستم تایید صحبت شما باشه اینقدر صحبت کردم، اون جایی که شما گفتید آقا حالا مثلا قرار یارانه نقدی هم بدن، این داره 2 ماه میده، بعد از 2 ماه میخواد متوقفش کنه. 10% هم که اونجا حذف کرده، 4 دهک درآمدی، از 10 دهک درآمدی 40% مردم ایران قطعا ناراضی اند از این سیاست، چون احساس تبعیض میکنن، احساس حذف شدن میکنن.
دقیق میفرمایید. از اون طرف هم که شما دو ماه بیشتر نمیخوای ادامه بدی، سیاستی که میتونست موفق باشه تبدیل میشه به یک سیاست ناموفقی، اونم در شرایطی که ما 6 ماه پیش که مردم امید به برجام داشتن که قیمت ارز نزولی بود این سیاست رو اجرا نکردیم. من به عنوان اقتصاددان خدمت شما شاید اطلاع نداشته باشه دوستان، من در جلسات در 2 جلسه شرکت کردم، تمام این اقتصاددانایی که در زمان آقای روحانی مخالف ارز 4200 بودن در جهت مقابله با حذف صحبت کردن. من به جرئت خدمت شما عرض میکنم فقط یک اقتصاددان من میشناسم که در جهت حمایت از حذف صحبت کرد. دقیق میفرمایید که در داخل حاکمیت هست، به نام آقای دکتر دانش جعفری که وزیر سابقه. پس ببینید اصلا این فاجعه کشور ما فقط فاجعه سیاست گذار نیست، متاسفانه مردم ما در قضاوت اشتباه میکنن، اقتصاددانان ما سعی میکنن منافع شخصیشون رو دنبال بکنن. دقیق میفرمایید، بالاخره ما یک رفتار حرفه‌ای باید داشته باشیم، یک شرافت باید داشته باشیم در اظهار نظر، نه اینکه ببینیم جو به کدوم سمت میره ما نظر خودمون رو تغییر بدیم و بالاخره این همه کشور صدای میبینه. آقا شاهرو بفرمایید. به موافقان از 4200 بگید شما اگه خیلی عرض ارادت به مردم دارید اصلا چرا 4200 دلار 1000 تومانیش کنید؟ عرض کردم من اینو. بله، چرا 7 تومن نباشه؟ آره اصلا دیگه 50 سال پیش، چون دیگه خیلی خاطرات خوبی هم دارن دیگه تکمیلی کمپلت میشه. حالا من همین رو میخوام بگم، ببینید اگر اصلا شما دیگه اینو تصدیق کنید، اگر قرار باشه ما تورم داشته باشیم و یارانه نقدی بدیم که این اصلا بدتر میشه، که شما همزمان تورم میخواد افزایش پیدا کنه یارانه نقدی هم بدی 300 تومن میشه 100 تومن. این یک، چون منبع درآمدید مشخص نیست از کجا میخوای بدی. یه بخشش ما با تفاوت حذف از 4200 که سیو مونده، اگر بیشتر باشه از کجا میخوای بیاری؟ اگه قرار باشه استقراض بکنی که دوباره بیچاره میکنه اون درکای پایین جامعه رو. یعنی شفاف هم نیستن تو این مسائل. بعد تازه میگن که کالا برگش رو یکی میتونه بفروشه، یکی نیاز نداره بفروشه. دوباره میگن نه اون حالا سازوکارش هنوز مشخص نیستش. یا یه نماینده مجلسی میگه فعلا همین 400 تومن بعضی چیه. باور میکنید این تیپی صحبت میکنن؟ میگن فعلا تو همین بیرونی بعضی چیه. یعنی واقعا فکر میکنن مثلا اون بانک مرکزی که مثلا اینجوری تو عملیات حسابداری میگه این پول بره تو این حساب، نمیدونه 6 ماه دیگه اگه منبع درآمدیش نباشه چه بلایی به سر ما. من میگم که تمام بدبختی ما از سیاست خارجی شروع میشه با توهم مقاومت، میام اقدامات پوپولیستی انجام میدیم، بودجه بالاتر از درآمدمون میبندیم، مجلس هم گاهی تازه اضافه اش هم میکنه، بعد کسی بودجهشو دولت میاد با استقرار جبران میکنه، ما رو بیچاره میکنه، تاش هم میگه من مقاومت کردم. یعنی الان یکی از ریسک‌های بانک چقدرش اتفاق دیگه میفته، بانک ها هم میرن ازشون وام علشی میگیرن با شکل مختلف، پول اونا اونا اووردرافت میکنن، اونا بیشتر تر میکنن. یعنی یه مش قرضدادن داریم ما، یه مش قرضدادن داریم. بابا قرضالپسنده ها به خدایی چی نیستن، اونا مثلا کل مثلا شاید نقدینگی مثلا مال 5 درصد مال اونا باشه، عمده شما مثلا بزنید اسم بیاریم قشنگ دیگه. آقا این آشغالی به اسم ایران مال که ساختن به هیچ دردی نمیخوره، فرض عکس منتشر میکنم، من واقعا میخواد یک آدم چی میگن مارکتینگی بیاد این ایران مال رو بررسی بکنه به چه درد کشور ما میخوره. به خدا به هیچ دردی نمیخوره. تمام پول های بانک آینده رو آقای ایکس برده اونجا، اسماعیل دیگه اونجا، چون بالاخره جونمون عزیزه. الف آره عمل اکنه زیاد اگه واسه خیامون رد نمیشیم. یک ترمزش درد آقای من فقط یه چیز رو یه هشدار بدم که ما اگه توجه نکنیم مجبوریم دور سوم این لایف رو هم برگزار کنیم. ما گفتیم اثرات تورم بر بورس تنها چیزی که در مورد صحبت نکرد بورس بود. اگر سوالی از من پرسیدن که آقای دکتر فرزندی بپرسم، بله این چند دقیقه رو اگر آقای دکتر شما بعد حالا آقای امین داور و بعد هم آقای مهندس شاهرخی در رابطه با اثرات این تورم بر بورس چه اتفاقی میفته آقای دکتر، چه انتظاری داریم؟ بله البته من یک جناب امین داور این صحبتی که کردند، من ببینید ما احتیاج داریم که بالاخره سرمایه گذار ما، سرمایه دار ما بالاخره یه درد عرق ملی هم داشته باشه. دقیق میفرمایید. من همین در این دوست عزیزمون که مدیر عامل ایران مال بودن الان معاون وزیر هستن در دولت انقلابی، من خدمتشون یه بار عرض کردم
که اینا واقعیت هست شاید مردم ندونن که مثلا مدیر عامل اون همون مال الان معاون وزیری که قرار نظارت کنه بر اون بانکی که این پولا رو داده. چه خیاله به این وضعیت. حالا بردن رئیس دوزار رو خاصی کردن و حالا اینجوری نمیخوام بگم، یعنی ایشون بالاخره فرد محترمی بودن و تایید کردن صحبت بنده رو، ولی کل این سیستم ایراد داره. دقت میفرمایید این که فرد اگر که در کشور ما فرد دو صاحب مکنت میشه، چرا راهکار دیگری رو نمیره؟ من اتفاقا ایشون خودشون هم تایید کردن، گفتم در ژاپن اگر اینجا ژاپن بود، یک سرمایه گذاری اگر میخواست واقعا در کشورش میخواست مثلا مال بسازه، در ژاپن بهترین سیستم راه آهن دنیا که راه آهن خصوصیه ایجاد کردن، ایستگاه راه آهن در مرکز شهره، در ایستگاه راه آهن مال ساختن. یعنی مثلا شما دامغان تشریف میبرید، ایستگاه راه آهن مرکز شهر، روی ایستگاه راه آهن یک مال بزرگی خیلی خوب ساختن، مرکز تجمع مردمه، سالن تئاتر هم داره، سالن سینما هم داره، مرکز تفریح هم داره، دقت میفرمایید، مرکز خرید هم هست، زیرش هم داره قطار رد میشه. ببینید چقدر میشه آدم بهتر کار بکنه و از اون مال درآمد این ایستگاه راه آهن در اومده. یعنی گویا مالاشون به جای اینکه راهنه، یعنی مالاشون مال چیز نیست، دقیقاً خود راهن، دقیقاً ولی راهن خصوصی چیز رانت خالی کنه. مثلا من بلاغیجا خب دیدم بفهم چه تری میتونم زمین بخرم بعد نه این مال منه، همه از اون اجاره کنه، همچین چیزیه گویا. بله بله، یعنی البته خصوصی، شرکت راه آهن خصوصی بوده، خب شاید در کشور ما بوده، اون راه آهن رو نساختیم، بعد اومدیم وسط بیابون رفتیم یه دونه بزرگترین مال، ادعا میکنیم بزرگترین مال دنیا که نیست، ولی مال خیلی بزرگی ساختیم. بله مال بزرگی اونجا ما ساختیم، اگه بزرگترین مال خاورمیانه باشه بزرگترین مال دنیا هست، چون که مثلا دبی مال خب خیلی بزرگه دیگه، دقیقاً فهمید. یعنی از مال آف امریکا که من زمانی دیدم در مینیاپولیس بزرگتره. حالا علی حال در مینسوتا علیه حال. ببینید حالا برگردیم به صحبتی که شما داشتی در مورد اینکه آثار تورم در بورس بود گویا موضوع امروز. بله درسته؟ بله ولی بالاخره وضعیت کشور اینقدر دردناکه، من میبینم واقعا سیاست ها رو میبینم با اینه تمام نمای اقتصاد کشور هست. بله ببینید حالا من یه چیزی که الان متوجه شدم، البته از راه دور من بیشتر بالاخره مسائل اقتصاد کلان رو مد نظر قرار میدم، خودم فعال بورسی هستم ولی فرصت نمی کنم خیلی آمارا رو دقیق ببینم. جناب شاهرخی، جناب امین داور، سکار خانم دکتر محبی، شما هم تایید یعنی اظهار نظر بفرمایید که من دارم درست تحلیل میکنم یا نه. ببینید واقعیت این هست که ما در این مدت مثلا حداقل یکی دو ماه گذشته ورود پول حقیقی به بازار نداشتیم، در حالی که در خارج از بازار حجم پول به شدت داره رشد میکنه. یعنی اگر این رشد بازار یک رشدیه که هنوز اون تورم درش منعکس نشده، فقط خود فعالان بازارند که در واقع مجاب شدند که این تورم باعث شده که بنیاد شرکت‌های بورسی تقویت بشه. دقت می‌فرمایید اگر این نقدینگی وارد بورس می‌شد خیلی خوب می‌شد، منتها به اندازه کافی شاید بورس ما قدرت جذبم نداره، چون قیمت‌ها به سرعت داره میره بالا. یعنی با یک جذب نقدینگی اندکی شما می‌بینید که قیمت‌ها به شدت رشد می‌کنه، و اگر مدیران بورس ما صاحب عقلانیت بودند که انشالله هستند ولی بالاخره باید بیشتر توجه بکنم، من جهت اطلاع اینجا در تاریخ بمونه، من خدمت آقای دکتر خاندوزی پیام دادم 28 پیشنهاد برای اصلاح ساختار بورس داشتم، ایشون تعهد کردن، قول دادن که عمل کنند، گفت احاله دادن به جناب آقای دکتر سبحانیان، احاله دادن به جناب شریفزاده مشاور ارشد وزیر، دقیق می‌فرمایید مجدداً چون اونها پیگیری نکردن خودم به جناب آقای دکتر شریفزاده اطلاع دادم، یک بار جلسه‌ای در خصوصی سازی شرکت کردیم، بعد از جلسه مجدداً خدمت ایشون عرض کردم که بورس احتیاج به اصلاحاتی داره که متأسفانه از داخل سازمان قابل انجام نیست، چون بورس انقدر که علاقه به مثلا به دامنه نوسان و حجم مبنا داره، به خود ساختار اقتصاد ایران، به مردم ایران انقدر علاقه نداره. یعنی میگه اصلا اول حجم مبنا و دامنه نوسان شما حرفشو نزنید، بعد حالا هر چی خواستید میایم در موردش بحث میکنیم. خب چرا حرفشو نزنیم؟ یه مرکز چیز دیگه، یکی از مبانی فساد در بورسه، مبانی ناکارآمدی در بورسه. همین مثالی که خدمت شما عرض میکنم که با حجم اندک معاملات شاخص به شدت تغییر میکنه، این دلیلش حجم مبنا و دامنه نوسانه. دقیق میفرمایید که شما میتونید جهتگیری جهت دهی کنی به بازار، اگر بازار نوسانش افزایش پیدا میکرد
و اگر حجم مبادلات افزایش پیدا می‌کرد، اگر که هزینه خرید فروش کاهش پیدا می‌کرد، وضع بازار بسیار بهتر می‌شد. علی‌رغم اینکه بنده تلاش کردم که به این دولت از بالاخره راهنمایی کنم، دقیقاً می‌فهمم، ولی متأسفانه پیگیری نشده. این واقعیت بازاره. الان وضعیت بازار رو به رشد، دیگه کسی یادش نمیاد که بازار دچار ناکارایی بوده، بازار دچار مشکل بوده. دوستان عزیز، دو ماه دیگه، سه ماه دیگه دوباره برمیگردیم به سال 99، دوباره برمیگردیم به شرایط گذشته. ما سال 99 به نظر من بدترین شرایط بازار نبوده. سال 94 تا سال 97 بازار بورس ایران چه وضعیت فاجعه باری داشته، اصلا کسی دلش نمیسوخته برای این بازار. سال 97 در ماه مهر افرادی که بازار رو زمین زدن کجان؟ چه وقتی محاکمه شدن؟ چه وقتی پاسخ دادن؟ هیچ وقت مشخص نشد چه کسانی بودن. دقت می‌فرمایید، همون افراد ممکنه دوباره همین مسائل رو انجام بدن. اگر ما به دنبال اصلاح وضعیت بازار نباشیم، خب ممکنه که، یعنی قطعیه که باز هم مشکلات گذشته تکرار میشه. علی ای حال، فقط صحبتم این هست که تورم باعث شده که شرایط داخلی شرکت‌ها به شدت تقویت بشه به باور بنده، و یک امیدی در میان فعالان بازار به وجود بیاد، اما در اقناع عامه هنوز موفقیتی به دست نیاوردیم. باز اگر دوستان نظرشون رو بفرمایند خیلی سپاسگزار خواهم بود. همین داور بفرمایید. باشه، بخیر. شما خیلی کم صحبت کردیم، بس باز داشت چونیم حساب قضیه. شروع کنم دوباره. نه ببین، من کلن حالا ببین، الان ما ارزش معاملات خوردم از 3 همت تقریبا امروز رسید به 8 همت و میانگینش تقریبا 6 همت تثبیت شده. حالا کنار پیشنهاد رنگی هم شاید مثلا این فروش استقراضی میتونه کمک بکنه. خود دولت، آی دکتر، من فهم میکنم اقتصاد ایران ریلش بازار پوله، یعنی هیچ وقت اصلا نگاهی به بازار سرمایه یا مثلا اون از بازار مشتقه بخواد استفاده بکنه، همزمان میتونه با ورود پول با فروش دارایی ها شناوری بازار رو ببره بالا که قیمت سهام پیوسته رشد نکنه. خیلی کارا میشه بکنی، ولی میخوام بگم چنین نگاهی ندارن و بالعکس یک ترسی از ورود پول به بازار دارن. یعنی اساسا میگن میترسن، خطرناک میدونن. شما اگه حالا قیمت یک سهم بره بالا، خیلی بهتر از اینه که این پولا بره تو بازار حالا سفته بازی مثل ارز و تکوین، اینه خطر خیلی بیشتره. یا اصلا میتونی مکانی برای سپر تورمی یا برای خود دولت، هم از کارمزدش درآمد داره، هم میتونه فروش دارایی داشته باشه. یعنی هر چقدر این بازار بزرگ بشه، هم به نفع دولت هم به نفع در واقع شرکت های تولیدیه، میتونن افزایش سرمایه بدن. بس قوانین مثلا قانون تجارت خب خیلی قدیمی، اینا همه بعد یه جوری ریویو بشه. اصلاحاتی که شما گفتی مثلا حجم مبنا و دامن نوسان، اینا من نمیدونم چرا جرأت ندارن یا نمیخوان به سمتش برن. البته یه سری کارای خوبی انجام شده، ولی اینطور که من فکر میکنم ما اگه ارزش معاملات خوردمون بره بالای 10 همت، شاید یک ثباتی باشیم که حداقل دیگه اون ریزش قیمتی رو نداشته باشیم. ولی اون ترسه هنوز هست آقای دکتر. ببینید، از 1200 پول بازار، پول بچهای بازار رو اینجا اوورده بازار اینجا. چرا؟ چون بسیار آندر ولیو بود. حالا این سیاست پولی و خود دولت چی میتونه باشه، من فکر نمیکنم حالا سیاست، حالا چون اگه بخواد دوباره دست تو جیب پالایشگاه بکنه بگه شما دیگه حالتون خیلی خوبه به خاطر کرک اسپرد، یه خوردهشو از اینجا بدید. یا ببینید، بابت عوارض صادراتی من همیشه اینو میگم، میگم تو ایران ایده جمع میشن، تصمیمی میگیرن، بعد یه سری افراد آگاه میگن آقا این چیه، دوباره همون ایده میشینن اصلاحش میکنن یا ملغاش میکنن. شما ببینید الان اون خبر عوارض صادراتی برای فولادیا چه دلیلی داشت که اعلام بشه، شما بازار رو یه چند روزی تشنج بهش بدی و الان اومدی معاف دوباره لغوش کنی. حالا بفهمید شما صحبت. بله، من یک نکته فقط در تایید صحبت شما عرض کنم. ببینید، من یک جای نوشتم، اینو باز تکرار میکنم، دولت ما واقعا، من نمیدونم واقعا چه جوری فکر میکنن. ببینید، ما اگر حجم مبادلات روزانه در بازار برسه به 2000 میلیارد تومان، من تعهد، ببخشید، برسه به 20000 میلیارد تومان، من تعهد میدم به دولت، من حاضرم این کار برای دولت انجام بدم که 1000 میلیارد تومان در روز از فروش سهام، 1000 میلیارد تومان از فروش اوراق بتونم برای دولت کسب کنم. 250 روز کاری داریم، 2000 میلیارد تومان در روز، 500000 میلیارد تومان از بازار سرمایه میشه دولت در واقع کسری بودجهش رو تأمین کنه. دقیق میفرمایید، ولی دولت متاسفانه به این شرایط
اسفبار بازار مثل این که عادت کرده. یعنی مدیران بازار سرمایه یک دید فراخ توسعه‌ای ندارن. مدیران بازار سرمایه فقط به همونجور که شما به درستی فرمودی، ترس هم از ندانستن میاد. یعنی اگر میدونستن که این بازار چه قابلیت هایی داره که ما حجم مبادلات و سیاستش خیلی ساده است، در بقیه بورس های دنیا هم به همین صورت عمل میشه، حجم مبادلات روزانه در بقیه بورس های دنیا بره تحقیق کنید به مراتب بالاتر از ایران و هزینه خرید و فروش، هزینه مبادلاتی در سایر بورس های دنیا به مراتب کمتر از ایرانه، به مراتب کمتر از ایرانه. حالا ما به جای این که ببینید، وقتی من عرض میکنم این بندگان خدا در عمرشون اصلا هیچ تجربه بازار که ندارن، چون اجازه نداره مدیر بازار متاسفانه مبادله کنه، بعد میره زیرابی میره، دقیق میفهم این فاجعه است برای کشور ما. من ناظر بازار میره میگه با فلان کارگزاری آقا کسی متوجه نشه، فلان 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 خانم مثلا برای من فلان سهامو بخر بفروش، من اینجا ناظر بازارم نادیده میگیرم. اینا واقعیت است که اتفاق افتاده دیگه. هر کس اگر شک داره بیاد من نهاد ناظر بر ناظر بورس بیاد، بنده توضیح میدم که چه اتفاقی افتاده، ولی سیاست اشتباه بوده. باید اجازه بدید اگر بازار رشد میکنه، افرادی که در بازار بورس مدیران بازار هستن از اینها منتفع بشود، ولی محل تعارض منافع نشود. دقت میفرمایید، این تعارض منافعی که کشور ما رو به در کشور ما رو متاسفانه درآورده. دقت میفرمایید، پس اگر این کارا انجام میشد، حالا ببینید من میخوام بگم برعکس کار میکنن، اصلا برداشت ندارن این مسائله. الان اومدن بخشی از درآمد کارگزاریا رو به صندوق تثبیت بازار اختصاص دادن. این صندوق به جز تخریب بازار هیچ نتیجه نخواهد داشت. این صندوق فقط محل فساد خواهد بود، اصلا ساختارش محل فساده. شما فرزند پیامبرم بیارید اونجا، این ساختار فسادزاست. دقیق بفرمایید، این صندوق تخریب بازار، آقای محترم تو به جای اینکه صندوق تخریب بازار به وجود بیاری، این مقداری که داری منتقل میکنی به صندوق تخریب بازار، این رو حذف می‌کردی که هزینه مبادلاتی کاهش پیدا کنه، که حجم مبادلات روزانه افزایش پیدا کنه. که حجم مبادلات روزانه اگر افزایش پیدا می‌کرد، باز می‌تونستیم اعتماد عمومی رو بعد از سیاست‌های اصلاحی درست می‌توانیم مردم رو دعوت کنیم به بورس. مردم همیشه آماده هستن به دولت خودشون اعتماد کنن، به شرطی که دولت بگه به من اعتماد کنید. اصلا دولت ادعا نداره الان که آقا مردمی که قبلا یه روزی رفته سهامدار شدید در سال 99 در سال 98 توجه کردید به دعوت، ما رفتیم اصلاح کردیم، این دفعه اگر وارد شدید اینقدر خسارت ها شدید نخواهد بود، این دفعه ابزارهای مشتقه، آقای شاهرخی گفتن ابزار مشتقه ما به وجود آوردیم، ابزارهای دیگه به وجود آوردیم، ساختارها رو اصلاح کردیم، عدالت رو بیشتر کردیم، اعمال نفوذ در بازار رو کم کردیم. خب دولت بیاد این کارا رو انجام بده، بعد با افتخار به مردم اعلام کنه که ما یک بازار سالم به وجود آوردیم. چه اشکالی داره ما یک بازار اخلاقی داشته باشیم؟ چه اشکالی داره بازار سرمایه ما فخر دنیا باشه؟ چرا باید مشهور باشیم به این که متاسفانه فساد درش وجود داره؟ چرا نباید بریم اصلاح کنیم؟ مگه بقیه کشور دنیا چه کردن؟ یه زمان ژاپن کشوری بود که یاکوزا توش بود، دورم نبود، 1960 کشور ژاپن یه کشوری بود که ناامنی بود، یه کشوری بود که آلودگی بود، ولی الان شما میبینید کشور بسیار سالمیه. یا شهر نیویورک زمانی محل مافیا بود دیگه، مافیای ایتالیایی میرفتن نیویورک، الان خیلی ها در نیویورک با لهجه ایتالیایی صحبت میکنن، هنوز لهجه انگلیسی خاص خودشونو دارن. اما یه زمانی تصمیم گرفتن اصلاح کنن، قانون حمایت از سودزنان رو به وجود آوردن. من همین الان برنامه تلویزیونی بود اونجا از نماینده محترم مجلس تشکر کردم به خاطر قانون تسهیل کسب و کار، ولی گفتم اگر که واقعا صداقت هست، چرا قانون حمایت از سودزنان تصویب نمیشه که اگر کسی اومد فسادی رو لو داد تحت حمایت دولت قرار بگیره؟ الان بنده خودم خواستم فسادی رو لو بدم، به من میگن آقا شواهد داری؟ دلیل بیار. آقا دلیلشو شما باید بری کشف کنی. دقت میفرمایید، دلیلو من نباید بیارم در لقمه رو بجام بزنم تو دهن تو، بعدم تازه تو محکومش نکنی بنده گیر بیفتم. خب ما معلومه که این کشور به جایی نمیرسه، نمیتونه با فساد مبارزه کنه. عذر میخوام، مخصوصا آقای امین داور این دفعه مظلوم واقع شدن. آقا خواهش میکنم، خیلی استفاده کردم و یاد گرفتم شما شارکین بالاخره حبسن. عرض خدمت شما که من همه نکات خوب شما گفتین، اینکه بفهمید پولی اومده یا نه، من خب شما ما رو هر روز فرام آپدیت میکنم. ما روند خروج پولمون از اواخر سال 1400 از اواخر اسفند متوقف شده. یک اصلا هر روند خروج پول داریم ولی خیلی دیگه کم شده، یعنی به نظر من نرماله، یعنی خیلی بسیار. یعنی اون روند خروج شدیدی که ما توی بهمن داشتیم دی داشتیم دیگه متوقف شده. حالا یه روزایی میاد یه روزایی میره، هنوز ولی برایندش منفیه، یعنی هنوز برایند مثبت نشده. بذار به تماشا دوستانه پول خودمون. ببین من چیزی که فکر میکنم
تو درسته میفهمی من میتونم مثلا بیام اینجا یه روزی 20000 میلیارد تومان معامله بشه اوراق معامله کنیم و اینها، اما دیگه یه مشکلی وجود داره. الان توی زمانی که من میخوام پول بیارم تو بورس، بهترین موقع است واسه خصوصی سازی، یعنی دولت به شرکت بفروشه، بهترین موقع است واسه خود شرکت که تامین مالی کنه. اما این دو تا مشکل وجود داره. الان آیا دولت شرکتی که بتواند بفروشه دارد یا نه؟ صورت های مالی اومدی یکی از دیگه آشغال تر، یعنی اینها رو جلوی بوز بذاری نمیخوره. خب نباید من نمیخرم اینا، کسی نباید اینا رو بخره، یعنی هر چی میتونه بفروشه از اینا فروخته. از این طرف مثلا پالایشگاهی ها، الان پالایشگاه اصفهان، پالایشگاه تهران، همه اینا ترتوسهای سنگین دارن، پولی که میخوان کفش 2.5 میلیارد دلاره که پول خیلی بالایی 2 میلیارد دلار. خب اما خب بفرض این پولام تهیه بشه، تکنولوژی میتونن بیان اینا هر چه الان دارن مقدار از این نفت کوه تولید میکنن، برای اینکه نفت کوهشون کم بشه بعد بیان یه میلی پالایشگاه داخل خودشون اضافه کنن که با حالا فرآیندی که من بلد نیستم چی کرکینگ و اینا، میان نفت کوه رو به محصولات ارزنده تبدیل میکنه، به نفتا و بنزین و گازوئیل و اینا، هم آلودگیش کم بشه هم سودش میره بالا، همه اینا ما در اولیه هم بیشتر مصرف میشه. اما تکنولوژی میخواد، تکنولوژی کی داره؟ ژاپن داره، کره داره، امریکا داره، اروپا داره، از کی میتونیم بگیریم؟ از هیچ کس. یعنی ما افزایش ظرفیت هم بخوایم بدیم، پولش هم مردم بیارن تو این شرایط، نمیتونیم انجام بدیم، تکنولوژی به ما نمیدهن. لذا من میگم که این الان قفله، یعنی بازار سرمایه ما یه خود مشکلات از بیرون داره. دقیقاً آقای شارخی رو میگن گیر ما از سیاست خارجیه. ما باید یه جوری این گره، یعنی ما با شرایط فعلیمون شاید نتونیم بهتر از این عمل کنیم، شاید، مطمئن نیستم، حالا من خیلی چیز نیستم، خیلی اگر این تورمی که دولت‌ها به وجود نمی‌آوردن تمام این شرکت‌ها ورشکسته بودن، اگر دارایی تمام نه اکثرشون ورشکسته بودن، نه همه نه و سیمانی‌های ما به ظاهر سود دهن دیگه، همه‌شون اگر تجدید ارزیابی بکنن، شما دقت کردید سر سال اخیر سیمانی‌ها جزو شرکت‌هایی بودن که هیچ نوع تجدید ارزیابی نداشتن، تا اونجایی که من خبر دارم. خب چه تجدید ارزیابی نداشتن؟ چه شرکتی دیزاین نداره؟ چرا از تجهیزات با تجدید ارزیابی بدن؟ استهلاک سنگینی که خواهند داشت همه‌شون رو زیانده می‌کنه. یعنی سیمانی‌ها رو داره سود الگی تقسیم می‌کنه با این قیمت سیمانی که وجود داره. میگه دارم مثلا من 200 میلیارد سود می‌کنم، 500 میلیارد، 1000 میلیارد سود می‌کنم. اما این سود علیه سود مهمیه. ببینید شاید مردم ما خیلی منظوم از سود مهمی نفهم و بالاخره روشون قطعه توضیح داد، این اگر یک کارخونه سیمان الان بیاد تأسیس بشود با محاسبات حسابداری زیان میکنه. این چرا؟ چون تأسیسش مثلا با عرض 1000 تومانی زمان آقای خاتمی ساخته هم، چون اکثر کارخونه سیمان این موقع ساخته شدن، عرض 1000 تومانی 1100 تومانی ساخته شدن دیگه، الان سوده قیمت سیمان هم درست نیست. این همه رو کنار هم می‌ذاریم، می‌بینیم به قول آقای شارخی فقط این فقط به تورم می‌خوریم. فقط تورم میاد، ارزش اسمی هم میره بالا. من امروز داشتم گروه صنعتی مینو رو می‌دیدم، یادگار آقای خسرو شاهی. گروه صنعتی مینو توی این سال اخیر آجر رو آجر نذاشته. میزان تولید از 95 تا الان ثابت، میزان تولید فروش توناژی، ولی فروشش نزدیک 7 برابر شده، اشتباه نکنم 8 برابر شده. ببینش تورمه. احسنت. چیز دیگه ای نیست. خب تورم سودش میره بالا، چی فروشش میره بالا، ریالش هم میره بالا، دو سودش هم میره بالا. اتفاق نمیافته. ما چند تا شرکت داریم که در سالهای اخیر طرح توسعه داشته باشن. طرح توسعه درست حسابی ها؟ خیلی نمیخوام نداریم، خیلی کم داریم. تو شرکت بزرگ هم خیلی کم داریم. بله چادر مالی کارایی میکنه، بعضی پالایشگاهای کاری کردن، اما این واقعا در حد چی میگن؟ صفره. در مقابل نیازهایی که تو کشورمون داریم ما و پتانسیل هایی که وجود داره تو کشورمون. خب وقتی کارا رو میشه کرد، فکر کنید این تورم میتونه باعث بشه که شرایط بورس بهتر از اون چیزی که ما در سال 1400 شاهدش بودیم بشه؟ به شخص من خودم فکر میکنم، حالا این نظر شخصی منه، شاید من اشتباه میکنم، من فکر میکنم که اگر
چنانچه با توجه به اینکه بازار بورس ما تورم دوسته، یعنی علاقه من به تورم هست. چرا؟ چون افزایش جایگزینی شرکت ها رو داریم و حالا شرایطی که به صورت غیر مستقیم سهام قیمت سهام رو افزایش میده، ولی این افزایش قیمت افزایش مطلوبی نیست، باعث نمیشه که ما از طریق درآمدهای بورسی بتونیم درآمد داشته باشیم. این بخشی از عقب ماندگی تورم رو جبران میکنه ولی ارزش پول ما رو حفظ نمیکنه. مگر اینکه اینجوریه که ما کاری نمیکنیم، خب شرکتی که پارسال داشته 1000 میلیارد تومان فروش میداشته و این 1000 میلیارد تومان سود فروش واسه مثلا 150 میلیارد تومان سود ایجاد میکرده، امسال این فروشش مثلا با 40% تورم میشه 1400 میلیارد تومان. بله. 150 میلیارد تومان سودش هم با 40% تورم میشه 210 میلیارد تومان. اما فکر میکنید سود کردی؟ دقیقاً. به همین سادگی. اما فکر میکنید سود کردی؟ ولی خب در حقیقت یه جوری که خودمون رو آب می‌گردیم. آقای امین‌داور، این یکی از همون اشتباهاتی است که آقای دکتر به درستی اشاره کردن. مردم ما به دنبال یک چیزی هستند که نمیدونند اشتباه. یعنی مثلا من خوشحال میشم از اینکه قیمت سهمم رفته بالا توی بازار، مثلا 10% سود کردم، ولی از اون طرف تورم 15%ی ارزش پول من رو 15% کاهش پیدا کرده، ولی من صرفا همین 10% رو میبینم. چرا؟ چون شرکت های ما شرکت های سودده واقعی نیستن. شرکت اکثرشون ها، حالا ما داریم شرکت هایی که عمل کرده میدارن، ولی شرکت چون کار خودم هنگر دوما شرکت های تازنده میگردن همیشه دیگه دقیقا که بخاره پیدا میکنم درست اصلا کارو، ولی میفرمم کمم قابل. بله. مثلا شما یک کسی مثلا بخواد تو بازار ایران بیاد بگه من عقید آمار تو که مثلا دنبال درست استاک میگردی، بیا این 50,000 میلیارد تومان پول فرار میکنم، 5,000 میلیارد تومان باشی فرار میکنم، نداری چی برد بخارم من. من دو تا نکته رو خدمتتون عرض کنم و اگر صلاح میدونید جلسه رو فکر میکنم از وقتمون گذشته. بله خیلی زیاد شد، یک ساعت و نیم شد. بله ببینید، در مورد تجدید ارزیابی واقعا اینها الان زمانشه که گفته بشه و جناب امین داورم به درستی اشاره کردن به این قضیه. ببینید تجدید ارزیابی به نفع شرکته ولی به نفع سهامدار خرد نیست. دقیق میفهمید، تجدید ارزیابی باعث میشه که سودی که قبلا شناسایی میشد الان کمتر شناسایی بشه، بنابراین بر اساس اون سود که کمتر شناسایی میشه تقسیم سود ممکنه کاهش پیدا کنه، ولی مهمتر از تقسیم سود این است که مالیاتی که شرکت میده کاهش پیدا میکنه. پس بنابراین بخشی از قانون، اشتباه نکنید، تو قانون گفتم مالیاتش میگیرید، گفتم مالیاتش میگیرید، اگر مالیاتش تو ایران میگیره مالیات این هم نداره که مالیات طبق ارزش چیزی میره، یعنی دو صورت مالی میشن، صورت مالی مالیاتی، صورت مالی سهامی. عجب خب نه خب حواسشون جمعه که حواسشون جمعه که این بله این یک اینسنتیوی بود برای سرمایه گذاری. البته اون جایی که میاد مثلا معافیت مالیاتی میده و قلیل داشته، یعنی به نفع بخش واقعی اقتصاده که داخل شرکت سرمایه گذاری بشه. جالب بود برای من، ممنونم ازتون. ولی مسئله اینه که سهامدار خرد نباید جشن بگیره که آقا مثلا داره تجزیه ارزیابی میشه، یا مثلا میان عنوان میکنن این شرکت اگه تجزیه ارزیابی بشه مثلا 5 برابر ارزشش. نه عزیز من، این الان شما باید با همون محاسبات همون ساده پی بی ای خودت اگر محاسبه کنی خیلی بهتر نتیجه میگیری تا اینکه بیای این جور مسائل رو بیا در نظر بگیری و سعی کنی توجیه کنی. و اینها در زمانی که در واقع احساسات در بازار غلبه پیدا کنه میتونه کاملا مضر باشه. دقت فرمودید، من گفتم روی این مسئله یک تأکیدی داشته باشم و دیگه اگه اجازه بفرمایید خاتمه بدیم به بحث. اگر دوستان نکته دارن آقای شاهرخی اگه موافق باشید جمله های آخر رو بگن. دولت حالا که دیگه مجبور شده از 4200 حذف کنه یا دیگه به اینجا رسیده که خودسازی رو واگذار کنه، امیدوارم شرش رو از بقیه صنایع هم کم کنه دیگه کنار بکشه. حالا شاهرخی، بله آقای شاهرخی، فقط مثلا من خدمتتون عرض کنم، ببینید حق گرفتنی نه دادنی. من ببینید ما باید دولت رو خارج کنیم، باید دولت به کار خودش بپردازه. دولت به کار خودش نمیپردازه، در حاکمیت به شدت تضعیف شده. دقیق میفرمایید الان پلیس ما پلیس نیست اصلا. من یه بار باور بفرمایید، یک فردی اخیراً هم در اومده در تلویزیون که از مسئولین این دولت در دولت گذشته حضور داشت،
من رفتم بهشون التماس کردم به خاطر تورم. باور بفرمایید من کارایی کردم تو این کشور کسی نمیکنه. رفتم به این کارشناس التماس کردم. بعد بهش گفتم. گفتم ببین الان تورم بشه 3 سال دستمزد حقوق بگیرا کاهش پیدا کرده به صورت واقعی. 2 سال دیگه هم کاهش پیدا کنه میشه 1/3 سال 97. همین اتفاق افتاده. بعد عرض کردم بهش که اون وقت مأمور پلیس تو وقتی جیبتو میزنن، وقتی موبایل تو میدزدن، انگیزه نداره بره دنبالش. بعد این من میدونم به کجا میانجامه. بله درصد میگیره، مجبوره، آخه راه دیگه نداره. یعنی مجبور خواهند شد. دقت بفرمایید این میره مثلا فروپاشی. عرض کردم شما به فکر خانواده خودت باش. به فکر خانواده خودشون نبودن. الان اومدن به مردم توصیه میکنن، میگن که آقا مثلا شما تحمل کنید. خب شما خودت تلاش نکردی تورم رو کنترل کنی. و توصیه‌ام این هست که انشالله یه جوری بشه، یک همدلی انشالله به وجود بیاد. و بازم میخوام تشکر کنم از دوستان عزیز، واقعا نکاتی که میگید خیلی برای من ارزشمنده. خیلی خوشحالم که تو این جمع هستم، میبینم که بالاخره ما چهار نفر پیدا کردیم با هم همسو هستیم. انشالله خدا به شما قوت بده. و بازم اگر فرصت شد ممنون از شما که شما این مطالب رو در کلاس‌های آموزشیتون به زبان بسیار ساده و شیوا آموزش میدید. اقتصاد خواهش میکنم. یکی خواهش از کارهای جالبی که توسط جناب عالی داره انجام میشه همین آگاهی بخشی عمومی هست که در نهایت نتیجه خواهد داد. من بسیار خوشبین هستم. سرکار خان محبی، ببینید هر کس میخواد به من هر چی بگه، من کارم اینه مطالبات عمومی افزایش بدم. من از دو سال پیش که اینکه اقتصاد به وجود آوردم کاری خواهم، بالاخره دیر یا زود اتفاق میفته که استاد اقتصاد که میره سر کلاس بدنش بلرزه. کتاب 50 سال پیشو دارن تدریس میکنن. بله. کتاب 50 سال پیش اقتصاد کلان منبع دوره دکتراست در ایران. بله متاسفم. دقیق میفرمایید. بعد همین میاد میشه رئیس بانک مرکزی. همین میاد میشه وزیر اقتصاد. ان شاء الله به امید خدا انقدر ما مطالبات افزایش خواهیم داد که دیگه افراد ببینن چاره ای ندارن. مسئولین محترم، افرادی که بالاخره با واسطه با ارتباط میرن در دانشگاه حضور پیدا میکنن، در وزارتخونه حضور پیدا میکنن، در بالاترین سطوح حضور پیدا میکنن، حداقل این باشه که به علم خودشون برسن، حفظ ظاهری هم بفرمایند. دقیق میفرمایید. نه اینکه به مردم بگن آموزش ندیدی. درست. شما اگر خودت آموزش دیده بودی چجوری رود میشد به مردم، به خواهرت، به برادرت، به مادرت، به پدر خودت بگی آموزش ندیدی؟ درست. ببینید ما اگر که اصول داشته باشیم، اگر که ریشه داشته باشیم، هیچ وقت با مردم خودمون اینجوری صحبت نمی کنیم. عذر میخوام. من اگر عزیزان همه موافق باشید این لایف ها رو حالا به صورت حالا یک بار دیگه هم دوباره 4 نفر رو هماهنگ می کنیم که به امید خدا مسائل مهمتر رو بتونیم، مسائل دیگر رو هم بتونیم در کنار هم صحبت کنیم و اطلاع رسانی عمومی رو داشته باشیم. هم آقای شاهرخی، هم آقای دکتر، بسیار ممنون.